انسانی که میخواد روزش به طور کامل قبول بشود باید وحفظو السنت زبون هاتون رو حفظ کنید، این مهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته العطيبين الأنجبين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم من الان الی یوم الدین. برای سلامتی و تأجیل در فرج موفور و سرور حضرت بقیت الله الاعظم صلوات دیگری همه نام در بحث نیت عرض کردیم که وقت نیت از اول شب هست تا قبل از اذان صبح. برای شخص ملتفت و مختار، یعنی کسی که متذکر است که ماه مبارک رمضان است و بیدار است، متوجه است، باید که قبل از اذان صبح این قصد را داشته باشد که من از اذان صبح تا اذان مغرب روزه میگیرم. از اون مواردی که به عنوان مفطر شمرده شده خودداری میکنم و امساک میکنم. خب این مال شخص مختار. حالا فرمودن که انسان اگر قبل از اذان صبح از سر شب بخواد بخوابه، این قصد را قبل از خواب همیشه داشته باشد که من بنام بر این باشد که از اذان صبح روزه بگیرم، چه این که بیدار بشوم قبل از اذان صبح سحری بخورم یا بیدار نشم، چون سحری خوردن که دخیل در روزه گرفتن نیست، سحری امر مستحبه. ولو انسان خوابش ببره و سحری هم بیدار نشه، بعد از اذان صبح بیدار بشه، باید روزشو بگیره. حالا مثلا بچه‌ای که اول تکلیفشه، سختشه، این حرفا اونا یه حرفای دیگه است، راههایی دارد، مسافرت هست، جهات مختلف. اما از این که به مجرد این که من برای سحری مثلا خوابم برده من روزه نمیگیرم، این نشود. باید انسان از سر شب وقتی میخواد بخوابه با این قصد بخوابد. لذا اگر بعد از اذان صبح بیدار شد،
این خواب بودنش از ابتدای وقت، از ابتدای از آن صبح مانع نیست. حتی اگر خوابش ببره تا بعد از ظهر تا مغرب، و فرمودن حتی اگر شخص بعد از مغرب هم بیدار بشه، اما چون با این قصد خوابیده بوده روزش صحیحه، ولو کل روز رو خواب بوده باش. حالا بعضی ها هستن، بعضی بیماری هایی دارن، قرص هایی میخورن که خواب آوره و خواب های طولانی. پس انسان وقتی میخواد بخوابه باید با قصد بخواب. حالا فرمودن اگر کسی خوابید و قصد روزه هم نداشت، اصلا التفات نداشت به این که براز فردا روزه بگیرد، یعنی به اصطلاح بدون نیت خوابید، چون ما دیگه از نیت تعبیر قصد میکنیم، بدون نیت روزه گرفتن خوابید و خوابش برد و قبل از اذان ظهر بیدار شد، حالا یا همون صبح بیدار شد یا پیش از ظهر، بالاخره تا قبل از اذان ظهر بیدار شد، خب تا حالا که چیزی نخورده، ملتفت شد که خب روز است و روز ماه مبارک رمضان است و باید روزه بگیرد، تا حالا که چیزی نخورده، تا حالا هم که قصدی نداشته، یعنی تا حالا نیت نداشته، آیا میتواند الان نیت کند؟ قبل از اذان ظهر میتواند الان نیت کند؟ چون ما قبلا گفته بودیم وقت نیت از سر شب است تا قبل از اذان صبح، این الان قبل از ظهره، بدون نیت هم شخص خوابیده، اگرم بخواد نیت کنه از حالا به بعد داره نیت میکند. پس این فاصله ای که از اذان صبح تا به این ساعت خواب بوده بدون نیت بوده، آیا میتواند الان نیت کند؟ اینجا فرمودن مانعی ندارد، چون خواب مونده الان هنوز فرصت نیت کردن دارد و باید نیت کند و روزش هم صحیح. البته در اینجا یه اختلافی هست و چون ما مجبوریم که یه جوری مسئله رو بگیم که نظر همه آیون هم رعایت شده باشد، در اینجا یه اختلافی هست. بعضی از بزرگان فقها می‌فرمان نه، در صحت این روزه با این کیفیت اشکال هست. به هر ترتیب لذا اون آیونی که اشکال می‌کنند در این روزه این چنینی، می‌فرمان تا آخر روز را امساک بکند، اما یه روز هم باید قضا به جا بیاورد. اما یه دست از فقها بله عرض کردیم، اون کسی که از شب اول کل ماه را نیت کرده کافی است. حالا فرض ما فعلا رو فردی است که کل ماه را نیت نکرده، بناش بر این بوده که هر شب جداگانه نیت کند، چون عرض کردیم که دو مدل نیت هست، و حالا این آقا هنوز قصد روزه گرفتن نکرده بوده، چون به خیال خودش که مثلا حالا وقت داریم برای این قصد و برای این نیت، لذا فقها در رساله ها فرمودن اگر نیت نکرد و بدون نیت خوابید و قبل از ظهر بیدار شد، اینجا یه دسته از فقها میفرمان مانعی ندارد از همین حالا به بعد نیت کند، تا حالا که چیزی نخورده نیاشامیده کاری نکرده، قبل از اذان ظهر است، مانعی ندارد. اما یه عده‌ای در همین جهت اشکال دارند. به هر ترتیب در این جاهایی که اختلاف هست حتما باید به مرجع تقلیدتون مراجعه بفرمایید. اما در بعد از ظهر چطور؟ اگر بدون نیت خوابید تا بعد از ظهر خواب موند، بعد از ظهر بیدار شد، دیگه فایده ندارد. اما اینکه فایده ندارد و به عنوان روزه حساب نمی شود، پس میتوند هر کاری بکند، فرمودن نه، بقیه روز را امساک کند، اما نه امساکی که به عنوان روزه باشد. به تعبیر بعضی از فقها فرمودن به قصد قربت مطلقه، به قصد اینکه من هم یک مثلا عرض میکنم که احترامی از ماه کرده باشم،
خود این سبب قربت است، سبب نزدیکی به پروردگار است و یک نیت قربتی داشته باشد امساک بکند، ولی این به عنوان روزه ماه مبارک رمضان از او محسوب نمی شود. باید یه روز را قضا حتما انجام بده. یه صلوات الله اکبر. پیغمبر خدا فرمودن که با گرسنگی و تشنگی که در این روز می چشید به یاد گرسنگی و تشنگی قیامتتون باشید. یه قدری می توانید با این حالت یه گوشه بسیار بسیار کوچکی از اون چه که در روز قیامت قرار است برای همه ما اتفاق بیفتد یه گوشه کوچکیش نشون داده می شود. و عرض کردیم خیلی از، یعنی دسته ای از عبادت های ما درش در ضمن عبادت بودنش حالت نمادین هم دارد. مثال زدیم مثل حج که با اون حال احرام تجسمی است از حال مردن و حال کفن شدن و به یاد مرگ انسان می افتد. اینجا هم همین جوره، باید با این گرسنگی و تشنگی به یاد قیامت باشیم، به یاد گرسنگی روز قیامت و تشنگی. تا اینجا را عرض کردیم. در دنبال فرمود و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. درسته روزه میگیرید، مربوط به خود شماست، عبادت شخصی است، اما چون ماه ماهی است که متعلق به پروردگار است، یک سری جنبه هایی هم دارد که باید نسبت به هم نوعان خودتون در راه رضای پروردگار توجه داشته باشید، از اونها هم غافل نباشید. لذا یکی از اموری که در این ماه سفارش شده این که نسبت به فقرا و مساکین تصدق کنید، صدقه بدهید. صدقه دادن در این ماه خیلی خیلی ارزشش نسبت به صدقه دادن در ماه‌های دیگه چندین برابر خواهد بود. پس نسبت به فقرا و مساکین هم انسان نباید بی توجه باشد. و وقرو کبارکم، در اخلاقیات هم این ماه باید تأثیر بگذارد. شب اول عرض کردیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از روزه گرفتن رسیدن به مقام تقواست. مقام تقوا یک مقامی است و اساساً تقوا یک حالتی است که در تمام جنبه های انسان اثر می گذارد، چه جنبه های روحی و چه جنبه های جسمی و چه جنبه هایی که در انسان نسبت به دیگران هست، مثل معاشرت هاش، برخورد با بزرگتر، برخورد با کوچکتر. وقرو کبارکم، در این ماه سعی کنید نسبت به بزرگترهای خودتون احترام بگذارید. این حرف مال جوانترهاست. هر کسی که بزرگتری دارد، پدری دارد، استادی دارد، برادر بزرگتر، برادر دینی بزرگتر، ولو دوست شما باشد، سنش از شما بزرگتره، بزرگتر شما محسوب بشود، فرق نمی کند. وقرو کبارکم، باید تو جنبه های اخلاقی هم روزه تأثیر بگذارد. تقوا آن است که در معاشرت انسان، در معامله انسان، در هر جنبه ای که در وجود انسان تصور می شود اثر بگذارد. مقام تقوای مقام سبک و پایینی نیست. اگر برای بود که برای بحث تقوا صحبت کنیم، می دیدید که در جنبه جنبه حالات انسانی تأثیر گذار است. لذا فرمود وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، بزرگترها هم نسبت به کوچکترها، رحم و ترحم علاوه.
عطوفت مضاعف نسبت در ماهای دیگر کوچکترها رو ترحم بیشتری کنید. لذا در بعضی روایات دارد که امام سجاد صلوات الله علیه دارد که وقتی که مثلا فلان کنیز یا فلان عبدشون، خب اون وقت حضرات ائمه، نه فقط حضرات ائمه، بقیه مردم هم اینجور بود، عبد داشتن، کنیز داشتن، شرایطی که اقتضا میکرد عبد و کنیز هم بودن. خب در روایت دارد گاهی کنیز گاهی عبد یک خلافهایی ازش سر میزد که علل قاعده این خلافها مقتضی توبیخ بود، باید حضرت اونها را توبیخ میکرد، تنبیه میکرد، که این بوده، البته در جای خودش توبیخ بوده، در جای خودش تشویق بوده. اما به احترام این ماه پیغمبر خدا فرموده ورحمو صغارکم، زیر دست خودتون را ترحم کنید. دارد که حضرت هیچ نسبت به توبیخ اونها عکس العملی نشون نمیداد، اما گویا حضرت یه جایی یادداشت میکردن که مثلا فلان عبد در فلان روز فلان خطا رو انجام داد، هیچ عکس العملی نشان نمیداد. آخر ماه مبارک رمضان که میشد، هر کدام از این عبدها که یه خطای انجام داده، حضرت او را در راه رضای پروردگار آزادش میکردن، نه اینکه توبیخش نمیکردن، او که هیچ، آخر ماه مبارک هم او را آزاد میکردن. این دیگه مصداق اتم و اکمل برای ترحم به زیر دست خودشونه. لذاست که زیر دست حالا عبد باشد، الان عبد نیست، فرزند انسان باشد، شاگرد انسان باشد، و همه اون کسانی که زیر دستن، باید به اونها ترحم کنید. پرخاشگری نسبت به همسر باید بریده بشه از انسان. ببینید روزه قراره در همه جنبه های اخلاقی انسان هم اثر علاوه بگذارد. ورحمو صغارکم و صلوا ارحامکم، تو این ماه صله رحمتون رو بیشتر کنید. چقدر صله رحم سفارش شده، عمر انسان را طولانی میکنه. کسی که قطع رحم بکند عمرش کوتاه میشه. البته معلوم است که قطع رحمی که بدون جنبه شرعی، چه بسا بله در یک رحمی انسان هر جوری که بخواد صله انجام بده آلوده به گناه میشد، جنبه های شرعی دارد که انسان باید قطع کند، او سر جای خودش محفوظ به جای خودش. اما اگر بنا شد انسان بدون حساب و کتاب به عنوان سلیقه، چرا فلانی به من اینجوری برخورد کرد، چرا دیر سلام کرد، چرا جلوی پا من بلند نشد، به این عناوین انسان بخواد بدون حساب و کتاب شرعی قطع رحم کند، بله عمرش کوتاه میشه. لذا تو این ماه صله رحم سفارش علاوه شده. ماه خداست، همه وجود انسان باید تأثیر پیدا کند. میخوام اینها را سریع رد بشم، دیگه اینها را کمتر صحبت میکنم. وحفظو السنتکم، زبان شما هم باید روزه باشه. کتاب مفاتیح دست همه شما هست، در اختیارتون هست، باز کنید. مرحوم عاشق عباس قمی در ابتدای بحث ماه مبارک رمضان فضیلت ماه مبارک رمضان را آورده و اتفاقا همین روایتی که داریم میخونیم را ایشون هم اونجا آورده. اون وقت یه چند تا روایت بعد از او آورده، خیلی عجیبه، واقعا روایات عجیبی است از امام صادق. فرمود نه تنها در ماه مبارک رمضان گرسنگی و تشنگی، زبان شما از نخوردن و نیاشامیدن امساک کند، بلکه زبان شما باید از همه اون چه خلاف شرع است، از دروغ، از غیبت، از تهمت، از فحش. عجیبه، حتی فحش روایت را خدا عاشق عباس در مفاتیح ببینید، روایت دارد زمان پیغمبر، پیغمبر خدا دیدن که یه زنی به کنیز خودش دارد فحاشی میکند، کی؟ در ماه مبارک رمضان، در حالی که این زن
روزه است. حضرت دستور دادن سفره براش پهن کنید، غذا بخورن. گفت یا رسول الله من روزه هستم، چجوری امر میکنید که من غذا بخورم؟ فرمود چه روزه ای هستی که الان دیدم که به کنیزت فحاشی میکردی؟ زبان تو روزه نیست. یعنی روزه ای که انسان فقط گرسنگی و تشنگی بکشد اما زبانش آلوده باشد. حالا در ادامه میرسیم. گوشش آلوده باشد. لذا امام صادق فرمود که روزه ای روزه واقعی است که دست و پا و گوش و چشم و زبان و قلب و حضرت اضافه فرمود پوست بدن، موی بدن، همه وجود انسان و روح بدن، روح ما هم باید روزه باشد، که حالا اونها هم توضیح دارد. انسان در درون خودش حسد نداشته باشد، کینه کسی را نداشته باشد. تو بحث غفران شب گذشته عرض کردم اون بار عام بخششی که خدای متعال دارد فرمود برای همه هست الا اون کسی که بین خودش و برادر دینیش کینه در قلبش باشد. قلبت روزه نیست، به درد نمیخوره. لذاست یه نکته براتون بگم، ما در فقه دو تا مسئله داریم. یه مسئله، مسئله صحت عمل است. من گاهی نماز میخوانم اجزایش درسته، شرایطش هم درسته، قشنگ وضو گرفتم، اجزاء نماز را از اولین جزء تا به آخرین جزء آوردم، از نظر فقهی میگن این نماز چون اجزا و شرایطش کامل است این نماز صحیح است. اما هر نماز صحیحی قبولم هست معلوم نیست. قبولی یه مسئله دیگه است. صحت یک مسئله است، قبولی مسئله دیگه است. اینا با هم مخلوط نشه. تا میگن نماز فلان شخص صحیح هست این معناش این نیست که این نماز قبول هم هست. فرمود اون مقداری از نماز شما قبول پروردگار است که توجه به نماز داشته باشی. لذا رساله های عملیه رو باز بکنید، بحث نماز که میاد صفحه اول عموما مراجع تقلید این روایت را آوردن. فرمود ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نمازت اگه قبول شد، نفرمود اگه صحیح بود، صحیح هست چه بسا، اما قبولی یک مسئله دیگه است. تا چه مقدار توجه در نماز داشته باشی، به مقدار توجهت قبول میکنن. اگر نمازت قبول شد بقیه اعمالت قبول میشه، اما اگر نمازت قبول نشد ولو صحیح باشد اعمال دیگه هم قبول نمیشود. شارع مقدس دیگه پروردگاره در اختیار خودشه، میگه این نماز قبول نیست پس روزت هم قبول نمی کنم، حجت هم قبول نمی کنم. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. پس بحث قبولی و صحت یه مسئله دیگه است. مثلا آیون میگن ایمان شرط قبولی است، بعضی گفتن ایمان شرط صحت است، بعضی گفتن شرط قبولی است. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که ولایت امیرالمؤمنین را ندارد هر قد هم نمازش با اجزا و شرایط و صحت باشد اما چون ولایت ندارد این نماز قبول پروردگار نیست. پس همه این حرفا رو زدم سر این که قبولی یه مسئله دیگه است. فرمود اون مقداری از روزه شما قبول است که علاوه بر زبان شما که امساک از خوردن آشامیدن دارد، از غیبت، تهمت، دروغ، فحش، ناسزا و و و, و هر آنچه آلوده ای مربوط به زبان است، گوش شما از تمام اونچه که خدا برش حرام کرده پاک باشد، قلب شما باید پاک باشد، زبان، دست، پا، همه اجزا، حتی پوست بدن. حضرت فرمود حتی موی بدن،
حتی روح انسان و درون انسان. لذا خود حضرت فرمود، ببینید باز همه اینا که میگم تو مفاتیح هست، میتونید مراجعه بکنید، فرمود چه بسا آخر روز، روز تمام شده، یه عده‌ای فقط و فقط گرسنگی و تشنگی داشتن، هیچ قبولی در روزشون نبوده، اجر و پاداشش فقط یه سری گرسنگی و تشنگی است، چیزی مقبول پروردگار نیست. لذا انسانی که میخواد روزش به طور کامل قبول بشود، باید وحفظو السنته، زبون هاتون رو حفظ کنید، این مهمه. و قزو اما لا یحل النظر الیه ابصار، اون چه خدا حرام کرده که این چشم ببیند باید چشم پوشیده باشه. شما بگو خب من که گرسنگی و تشنگی کشیدم، حالا فلان نامحرمم نگاه کردم، حالا فلان فیلم مثلا آلوده را هم نگاه کردم، چی میشه؟ خیال کردیم روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن است، چیزی نمیشه، اما روزت دیگه قبول نیست. ممکنه صحیح بوده، قضا نداشته باشد، اما قبولی نیست درش. وقتی قبول نشد هیچی، میگن آقا روز قیامت عبادتهای باطل، باطل از جهت قبولی، مقبول پروردگار نشده، اجر و مزد و پاداشی هم برش مترتب نشده است. پس هم زبان هم گوش، و اما لا یحل الاستماع الیه اسماءکم، چشم، زبان، گوش، این مربوط به اعضا و جوارح، حالا بحث های دیگه هم دارد و مطالب دیگه. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، خیلی باید از این ماه بهره ببریم، به خصوص ما در یه دوره ای زندگی میکنیم با دوره شیعیان دیگه، دوره های ائمه سابق فرمون، ما تو دوره آخر الزمانیم، یعنی تو دوره آخرین حجت الهی هستیم. روایات ما میگوید که این دوره سخت ترین دوره هاست برای شیعه از جهت امتحان. لذا اگر که همت نکنیم چشممون را، گوشمون را، زبانمون را، دستمون را، پامون را، اگه نتونیم کنترلش را به اختیار خودمون در بیاریم، بدون تعارف همه من و شما میلغزیم. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. این ماه ماه تمرینه. باید زبانمون را، چشممون را، گوشمون را، اعضا و جوارح ما باید از آلودگی پاک باشه. تازه خیالم کردیم که فقط مال روزه، گفتن ها همون وقتی که نباید بخوری یا بیاشامی همون وقت زبونت رو کنترل کن، تا از اون گفتن یه راحتی، اینم نیست، کل ماه. لذا فرمود ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی، شبش، روزش، ساعت به ساعت و لحظه به لحظه، و ساعاته افضل الساعات. لذاست که این ماه ماه تمرین است. یه قدری به خود بیایم، یه قدری کار بکنیم رو نفسمون، خیلی رهاش نکنیم. باید نفس در اختیار انسان باشد تا بتواند ثابت قدم در دین بماند، و الا دوره ایست که خبر از ارتداد همه است. باید هم متوسل باشیم که خود اونها هم دستمون رو بگیرن تا بتوانیم. باید اونها کمک کنن. بیاید بریم دست توسلی به 3 ساله ابی عبدالله دراز کنیم. همون 3 ساله ای که با این دست های کوچکش گره های بزرگ بزرگ رو باز میکنه، کورشن اونهایی که نمیتوانند ببینند و همش دم از انکار، همش دم از انکار میزنند، بیان ببینن این دختر 3 ساله چه کارها. چه کردند با آل الله؟ تو خرابه اینها را آوردن،
امام سجاد فرمود روزها از گرما در امان نبودیم، شبها از سرما. اون چنان گرمای روز شدید بود، فرمود پوست از صورت بچه ها کنده شده بود. حالا شب است و خرابه، بی بی تو حالت خوابه، خواب بابا رو دیده. کسی که اونقدر عزیز بود برا باباش، در روایت دارد ابی عبدالله به خواب نمی رفت مگر این دختر رو کنار خودش می خواب و دست نوازش به سر او می کشید. حالا چند روز بابا رو ندیده، تو خواب شروع کرد با بابا درد و دل کردن، ناله کردن. یه وقتم از خواب پرید، دید خرابه از تو تاریکی، همش خواب بوده، شروع کرد گریه کردن. بچه ها از گریه بی بی رو قیه صداشون به گریه بلند شد، زنها از گریه بچه ها. یزید پلید تو کاخ خودش خوابیده، از صدای بچه ها از خواب پرید، صدا زد چه خبره؟ گفتن 3 ساله حسین بهانه پدر کرده. آیا نانجیب گفت برید آرامش کنید؟ آیا گفت غذا براش ببرید؟ آیا گفت آب ببرید؟ نه والله، برای این که نمک به زخم این 3 ساله بپاشد، گفت برید و سر بریده باباش حسین رو ببرید. تصور کن امشب شب توسل ماست به بی بی رقیه، یه دختر 3 ساله و سر بریده. لا اله الا الله. بی بی رقیه داشت گریه میکرد، یه وقت نگاه کرد دید از در خراب سربازها وارد شدن، طبقی رو آوردن رو پوشی رو طبقه. صدا زد عمه جان من که غذا نمیخوام، من بابام حسین رو میخوام. عمه فرموده باشد دختر برادر، مقصود تو هم زیر این رو پوشه، همین که طبق و مقابل رقیه با این دستای کوچک رو پوش و کنار زد. یا للعجب، بابا آمده به بالینم، اما با سر بریده، با این دستا سر رو برداشت به سیله چزبان، هی صدا می زلد یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کی منو به این کودکی یتیم کرده؟ بابا من الذی قطع وریدک. بابا کی این رگهای گردن تو باره؟ من الذی خذبک به دمائک. بابا کی محاسنت را با خون سرت خذاب کرده؟ هی بابا بابا میکنه. یه وقتم نوشتن فوزعت فمها علا فمه الشریف، این لبهای کوچک و بر اون خشکیده لبها شروع کرد بوسه زدن. اما یه وقت همه ایستادن ببینند رقیه یک طرف افتاد، سر هم یک طرف. یه وقت امام سجاد فرمود عمه جان دریاب خواهرم را الان به پدر. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.